الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم جوانان ارجمند و هموطنان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یکی از جمله امراضی که دامنگیری جوامع بشری به شکل عام و دامنگیری جامعه افغانی ما به شکل خاص است فساد است. فساد به مثابه یک مرض سرطانی امروز در پیکری ملت ما جای پیدا کرده است و همه به شکل عام از این مرض شکایت داریم. جای تعجب است که مفسد هم فریاد میزند که او مردم فساد جامعه را تباه کرد، خود مفسد است و فساد. وقتی که صحبت از فساد می شود مفسد اولین بار مفسد فریاد میزند این چی حال است، این چی گپ است. مثال دزدی بسیار هوشمندی که داخل پالیزی خربوزه شد و بوجی خود از خربوزه پر کرد، وقتی که صاحب خربوزه خبر شد آمد گفت که او بیادر خیر است، گفت خیر خیریتی است. گفت چی گپ است، پلکار که کنده و این خربوزه چطور؟ گفت من دمی فکر است. مردکه حیران، صاحب مال حیران من، گفت من دمی فکر استم که این پلکار چی تو کنده شد و این خربوزه داخل بوجی چی تو داخل شد. امروز هیچ معلوم نیست که مفسد کیست و یا ظالم کیست و یا مظلوم کیست. آنقدر مفسدین ماهرت آموختن و خبره دارن و تجارب در باب فساد و در تخصص فساد دارن که وقتی که با او روبروی شوی فکر میکنی که مظلوم ترین انسان همین است، در حالی که مفسدترین انسان در جامعه است. به طرق مختلف، به شکل حرفوی، به شکل بسیار تخصصی و به شکل خود جلوه می دهد که واقعی انسانی بسیار مصلح، انسانی بسیار مخلص و انسانی بسیار دلسوز به جامعه است. در حالی که خطرناکترین میکروبی که داخل پیکر و یا جسد جامعه ما شده است همیست. دوستای نهایت عزیز، بناهن ملت ما یک ملت مسلمان خوشباور مظلوم بیچاره وقتی که مفسد فریاد میزند که اولا وضع بسیار خراب است، مردم میگه که واقعا این آدم اگر مفسد باشه یا با فساد سر و کاری داشته باشد خب فساد نمی کوبه، فساد نمی کوبه. می بینیم که پندکی ها پر است و حتی تمام سرمایه و منابع طبیعی ما، دارایی ما به اشکال و انواع مختلف به خارج انتقال داده می شود، به سطح دنیا فساد. و افغانستان کشوری که وقتی که در مواد مخدر در قائمه مواد مخدر جهانی اگر ارزیابی می شود ما اول هستیم. روز در یک مجلس بودیم، کسی گفت که ما فعلا در کشورهایی که در جهان فساد در اونجا به اوج خود رسیده ما در چهارم هستیم. گفتم کسی که ارزیابی کرده است آمار دقیق نگرفته است، ما اول هستیم. ما چهارم قبول نداریم، همون طوری که در تولید مواد مخدر در صف اول هستیم، در یعنی اول نمره. ما شوخی کردم
ما گفتم که اول نمرگی خود ما به کس نمیدیم، ما اول هستیم، چرا چهارم باشیم؟ گفت چرا؟ گفتم تجدید نظر میکنیم. ما در پوهنتون وقت شاگردای ما که نمراتشان کم میشود، قانون تجدید نظر داریم. قناعت ندارم استاد محترم. بسیار خوب، هیئتی تعیین میشود و شمولی استاد مضمون و شخصی عارض هم در مجلس میباشد، تجدید نظر درباره اون نمرات میشود. گاه گاه کمتر بیچاره مستحق میشه، گاه گاه بیشتر میشه، گاه گاه اینطور میشه که امو استاد اشتباه کرده است در جمع نمرات، ده نمرهش کم شده است یا پنج نمرهش کم شده است. ولی ما گفتم ما تجدید نظر میکنیم، قبول ندارم که ما چهارم نمره هستیم. پس الورم باندې زه قناعت نکوم، مونږ اول نمره یو. لکه څنګه چې په مواد مخدر او په نورو کارو کې په اول صف کې وو، په فساد هم که مونږ اول نمره یو، اول نمره یې چاته نه ورکوو. ببینید دوستای عزیز، یک کشوری اسلامی، آیا ما دانشمند نداریم؟ داریم. کارشناس نداریم؟ داریم. انسانهای مومن نداریم؟ داریم. علما نداریم؟ داریم. قانون نداریم؟ داریم. به این وطن دلسوز نداریم؟ والله داریم، بدون مبالغه. خود چرا؟ مرض در کجاست؟ هر کس به این مرض، به وجود این مرض اتفاق نظر دارد. فساد است بلی، به اوج خود رسید است بلی. چی باید کرد؟ اداره تشکیل شود، کمیسیونی تشکیل شود تا از این فساد بررسی کند، فساد بررسی بکند. این کمیسیون وقتی که تشکیل می شود، این غرق می شود در فساد، کمیسیون دیگر باید تشکیل شود که از این کمیسیون مراقبت و بررسی کند و فساد بررسی بکند. کمیسیونی که تشکیل می شود یا اداره که تشکیل می شود، او غرق می شود. بالاخره قسمی که علمای فلسفه میگن دور و تسلسل و دور لازم می شود. این مفسد با دیگر مصلح ضرورت است. وقتی که مفسد می شود با دیگر مصلح ضرورت است. وقتی که مفسد می شود با دیگر مصلح ضرورت است. ولی حساب معلوم نیست. چرا؟ چرا در حق ملت اینقدر ظلم؟ چرا قانون پایمال می شود؟ دین و ایمان و وجدان پایمال می شود؟ مونگا پا اسلام که در فساد در ختمول و دوپاره دیری طریقی لرو، دیری طریقی لرو او دیر وسائل. نمره پا الله باندی ایمان. مونگا دا خبر فکر کوم چی مخیم دا خبر میکره وان چی پا ماشوم توب که مونگ ویو آمن تو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. هر ماشوم پا دی باندی پویگی، لیکن مشکل دادی چی؟ آمنت بالله سه معنا، ما پا الله باندی ایمان را وریدی. خو پا الله باندی ایمان ده یعنی سنگا زپوی نشو. الله پا وجود باندی ایمان میده، او بل الله پا وحدانیت باندی ایمان لرم، او بل الله پا قدرت باندی ایمان لرم، او بل الله پا صفاتو باندی ایمان لرم. دیر خب در الله پا صفاتو که یو صفت داده الخبیر، العليم، السميع، البصير. الله تعالى دير خبوي دي، دير خ آغادي، دير خ ليدون كدي، أو دير خ أوريدون كدي. معنى دادي چي استا پا طول عمال باندي الله تعالى عالم دي. تو اي چي الله تعالى پا صفات باندي ايمان لارم، تا الله پا صفات باندي مكمل ايمان ولارا وغورا چي استا پا جوان كسوم را بدلون رسي. اكم صفات دي صفت داده چی کم زایی که تا یه اللہ ستا پا احوال باندی، پا حرکات باندی، پا سکنات باندی، پا جوان باندی، پا اعمال باندی، پا فساد باندی، پا صلاح باندی اللہ علم دی. وکان ان اللہ کان علیکم رقیبا. الله ستا مراقب دی او ستا دا اعمال و مراقبت کوي. په دغه شی باندې ایمان لري او
کولی فساد کرد. چی الله پا مراقبت باندی استا ایمان دی، الله پا علم باندی استا ایمان دی، معنی داده چی من دروغ ویو ایمان نلارو، باور نشتا، کوی دیر ضعیف، دیر ضعیف. سنگا کله چې یو مفسد او یو مرتشی چې رشوت اخلي، او دا خبره مې فکر کوم چې مخکې هم کړې وه او تکرارم دا خبره کو، ځکه چې تر څو پوري چې الله تعالی د قیامت په ورځ زه خپله مسؤول یم، او یوازې په موعظه باندې کار نه کیږي، یوازې په موعظه او پند باندې کار نه کیږي. که کار کېده په اسلام کې قانون ته ضرورت نه و. خو به هر حال یو مرتشی یا هغه څوک چې رشوت اخلي د خپل پیاده نه حیا کوي، او کله چې پیسې اخلي خپل پیاده ته وایي چې لاړ شه ورک شه څه کوې دلته، زمونږ مشوره ده جلسه ده، څوک چې راشي ورته وایه چې د محترم فلان کې صاحب میټینګ دی، او په دې وخت کې چاته اجازه ورنه کړي څه کوې دلته. ښه در دفتر پیاده او باسی دا غین شرم کی او دا الله نه شرم نکی، او تو وایی چی دا الله پا صفات باندی ایمان لرم، نشتیا وایا ایمان لری او کنه، ایمان نشتا. بیا اینکه در مابین ایمان تو او دخترکی که عمر رضی الله تعالی عنه از کوچه تیر می شد و با مادر خود دست و گریبان بود در نیم شب، عمر قانونی را وضع کرد که هر کس در تجارت اگر غل و غش میکند باید مجازات شود. کسی که در شیر، کسانی که شیر فروشی میکنند در شیر اگر آب میاندازند، در حالی که اون مردم همه تربیه شده داسترخوان نبوت بودند، ولی تنها و تنها به موعظه کار اکتفا نمیکند. و امیرالمومنین شب در کوچه ها پای لچ و سر لچ می گردن، از احوال رعیت با خبر می شود. اینجا یک وقفه است، دلتا لگ وقفه کو کنه گرزی تو کسوکی. آیا دا عمر خوب سر دغنه و ارتباط نه و طول ورز دا مسلمانان پا خدمت کیو، و شبه عمر تا خوب نورتلو، او بیام گرزی پا کسوکی دا کوچه ها می گردن، تمام روز در خدمت امت محمدی است صلی الله علیه و سلم، و شب در کوچه ها می گردد. از پیش خانه تیر شد که ما بین دخترک و ما بین مادرش کشمکش است، گوش داد، صدای مادر می آید که او دختر بگذار او پرتیم. دختر برش میگه که خبر داری که امیرالمومنین قانونی را تصویب کرد که اگر کسی در شیر او می پرتواد او مجازات می شود. او دختر گفت تو دیوانه هستی، در این وقت امیرالمومنین کجاست؟ او چی می فهمد؟ گفت مادر جان دیوانه توستی، امیرالمومنین اگر در خواب است الله تعالی خوب بیدار است. خانه را تعیین کرد که در کدام کوچه است و کدام خانه است و کدام چیز. سوا پولیس خود روان کرد، در فلان منطقه خانه است، نشانه شیست، دختری است با مادر پیری خود، هر دو را در بار بیار، به خلافت، دار الخلافت هر دو را خواند. بالاخره از این دخترک از مادرش خواستگاری میکنه که میره به نواسه خود میگیرم. علت چیست؟ مومین است. عمر ابن عبدالعزیز اگر شنیده باشین، خلیفه پنجم اسلام، خلیفه راشد اسلام، از نسل همین دختر است. علما میگن یا نواسه همین دختر است، یا اینکه مادر کلانی پدریش است، یا مادر کلانی مادریش است. به هر حال عمر ابن عبدالعزیز از همین دخترک به دنیا آمده است، که تاریخ بشریت به عمر ابن عبدالعزیز که عمر ثانی گفته می شود افتخار می کند. خب در حالتی که فساد اوج می گیرد،
به صدها فساد، فساد اخلاقی، قمار، شراب، زنا، لواطت، قتل و قتال، اختطاف، ظلم و استبداد. در کدام کوچه میگردی جناب مسئول و از حالت رعیت خود پرسان میکنی؟ بلکه ما بین تو و ما بین رعیت دیوارهای آهنین است. در وقتی که بیرون میشوی 3 ساعت را بندیز از دفتر جناب وزیر صاحب، از خانهش تا دفتر 5 دقیقه راست. وقتی که مردم شکایت میکنه از ازدحام شهر، چی گپس میگه؟ خیر خیریت بود، ما خود 5 دقیقه رسیدیم. در 5 دقیقه رسیدی، 5 ساعت مردم از کار و بار خود ماند، هیچ گپ نیست. بیرون شو، پایین شده ما بین مردم که تو از مردم شوی. تو در داخل قوطی بند هستی. کجای تو از این مردم هست؟ فقط به خاطر حفاظت جانت. به مردنی تو هیچ گپ نیست. هیچ جای دنیا کم نمیشه و به اصطلاح هیچ تغییری در امت محمد نمی آید. اگر تو خدا به خدا تسلیم کرده ای، تمام دنیا جمع شود، موی از بدنی تو کنده نمیتاند. اگر تو خدا به شیطان تسلیم کرده ای، قسم به خدا مرگ اگر بیاید از داخلی، قرآن میگه برجهای آهنی تو را مرگ بیرون میکند. اینما کن تکونو، اینما تکونو یدرککم الموت. هر جایی که باشین مرگ فرا رسیده نیست. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چندی که در قصرهای آهنین باشین مرگ می آید. قبل از مرگ اجل نیست. یک بار به خدا روی بیار. استاد شده شب درکت نماز بخوان، توبه، به خدای خود روی بیار. در شب استاد شد درکت نماز بخوان، بگو خدایا من عذیب وعد خدا به دامن تو انداختم، تو ضایع نمیشه. ملائکه هایی دارد که او و هو الذی یرسل علیکم حفظه و هو القاهر فوق عباده، ذات قادر قدرتمند بالای بندگان خود. و یرسل علیکم حفظه، الله میفرستد برای شما محافظین. دو نوع محافظ است، یک محافظی که با همه اثر و کاری از اون نوشتن است، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، و یک محافظی هست که او حفاظت و حمایت تا می کند. او بادیگاردی هست که با پول و پیسه ضرورت نداره، از تو تنخواه نمی خواهد، ماش نمی خواهد، به سلاح و مرمی ضرورت ندارد. او در پالویت استادد به امر الله، به امر خداوند. بنان یک سر بزنده کوچه ها، از مردم، از احوال مردم و رعیت پرسان کن. و 5-6 تا متملق و چاپلوسی که به دور تو را محاصره کردن، صاحب خیر خیریتی است، شب و روز مردم بر دعا میکنن صاحب، تا به وقتی که از این متملق و از این چاپلوس و از این شیاطین و از این منافقین خدا خلاص نکنی، هیچ وقت تماست به مردم و به ملت قایم نمیشد. واقعیت ها همه پوشیده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هلاک شد کسانی که قبل از شما قانون را بالای غریب و فقیر و مسکین تطبیق می کردن و اشراف و زورمند از قانون معافی بود برش. هلاک شد، هلک من کان قبلکم، این فرمان رسول صلی الله علیه و سلم. شاید قبلنم شنیده باشین یا خوانده باشین، عمرو بن العاص والی مصر در اسب دوانی، اسبی بچهش عقب میمانه و اسبی یک قبطی، قبطی یعنی یک مسیحی مصری، پیش اول میآید. به خاطر از اینکه اسبش عقب مانده و اسب قبطی به اصطلاح در دواندن و در اسب دوانی اول آمده است، قبطی را مورد لت و کوب قرار میده و بندی میشود. بالاخره از بندیخانه فرار میکند، از مصر تا مدینه منوره پیش خلیفه اسلام میاد. خلیفه اسلام عمر رضی الله تعالی عنه فورا
والی صاحب گورنری که امروز تقریبا شام وقتی که ما میگیم و مصر میگیم، امروز شاید 20-25 کشور منطقه را یک ولایت در بر بگیرد. فوراً پولیس امیرالمومنین طرف والی یا گورنری مصر و شام فرستاده می شود. عمرو بن العاص با بچهش کش کرده بیارید. بچه والی عمر می خواهد و فقهای امت و ارکان دولت می خواهد، دانشمندار می خواهد، محکمه علانیت است، محاکمه برملا می شود در پیش روی مردم. کیس مظلوم قبطی بلند می کند دست خدا، امیرالمومنین من گناه چی بود؟ اسب و مول آمد در دوش، مورد لت و کوب قرار گرفتم، حتی در بندی خانه انداخته شد. امیر به اصطلاح والی را ایستاد می کند، بگیر قمچینه قبطی را میگه به فرقی بچه والی بزن، به فرقی بچه والی میزنه. قسم به خدا میگه اگر در قرآن ایتو نمی بود که کسی به خاطری جرم کسی مجازات نشوه، اولین قمچین به فرق خودت بود جناب والی سه. در فرقی بچه والی میزنه، بزن کفت خدا بکش که بچه والی سه بس به خاطری پدرش زورمند بود. اینجا هست که این عدالت عمری باعث از این می شود که قبطی مسیحی اول به اسلام مشرف می شود و بی عدالتی ما خود هزار جوانی افغان از اسلام بیرون کرده گیست. قبطی اول به اسلام مشرف می شود. وقتی که میگه حضرت عمر برش میگه که به والی میگه یا امیر المومنین، حیام می آید که به والی مسلمان میگه نه، به خاطر زور و قوت پدری کار کرد. اگر مجازات کسی باعث مجازات شخصی دیگر، اگر مجازات جواز می داشت اجازه برد می دادم که به فرق والی بزن. ما کجا ماندیم؟ این حکایت نیست، این قصه نیست که قصه سرایی کنیم، این واقعیتی هست که گرگ با گوسفند یک جا آب می خورد در سایه عدالت خلفای اسلام و همین دین و همین شریعتی که فقط به نامش ما و خودت امروز بازی می کنیم، به نام از او ما بازی و اهانت می کنیم والعیاذ بالله. بناء نقطه دوم تطبیق قانون به شکل مساویانه. قسم به خدا اگر به شکل مساویانه در یک قریه قانون خدا تطبیق شود، برکت از آسمان و زمین موج میزند. اگر در سرزمین ما افغانستان اگر قانون خدا تطبیق شود، عدالت تطبیق شود و تأمین شود، دیگر ضرورتی نیست که ما بادیگارده ها را از دیگر جا به کرایه بیاریم که بیاین حفاظت و حمایت ما را کنین. رحمت خداوند می جوشد، رحمت خداوند در موج می آید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسانها به الله ایمانشان تکمیل شود، به الله ایمان داشته باشند و راهی پیشه تقوا را پیشه خود قرار بدهند، دروازه های آسمان و زمین را خداوند می فرماید که دروازه های برکت و رحمت برویشان باز می کنید. دوستای عزیز، مشکل اینجاست. به هر حال فساد یکی از جمله امراضی خطرناک عصر برباد می کند روز به روز. تشخیص می شود بین که اقدام به علاج بکنیم. علاج از کجا شروع شود؟ از محاسبه نفسی. هر انسان خود محاسبه و محاکمه بکند، وجدان در پرتو ایمان قوی به خداوند، به اینکه الله مرا می بیند، به اینکه الله مرا در برابر این ظلم و استبداد محاکمه می کند و مجازات می کند. دوم تطبیق قانون خدا. در اون لحظه سعادت و نیکبختی از آن نه تنها ما بلکه همه انسانها خواهد بود با امید آن روز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. پروردگارا ما محتاج هستیم و تو غنی هستی، ما بنده هستیم، تو معبود هستی،
ما ضعیف هستیم، تو قوی هستی پروردگارا. همه دسته هایی که بلند شده است این لحظات پرفیض و پربرکت، این دسته ها را خالی و ناامید بر نگردان. الهی تمام مقاصد ما را برآورده خیر بساز پروردگارا. الهی بالای ملت مسلمان ما رحم بکن خداوندا. ظلم و فساد برای همیش از اینجا بیخکن بساز. عدالت و برادری و اخوت و وحدت و آرامی و امنیت حاکم بساز در سراسر جهان. قانون انسان ساز اسلام را پروردگارا پیاده بساز. الهی ظلم و استبداد را از سراسر جهان نابود بکن. هر جا که ظالم است پروردگارا او را نابود بساز. مظلوم پروردگارا پیروز و کامیاب داشته باشی. الهی بلطف و کرم و کسانی که به خاطر سربلندی حق، به خاطر سربلندی عدالت، تأمین صلح و امنیت در جهان و تطبیق شریعت تو مبارزه میکنن کامیاب داشته باشی. الهی پروردگارا کسانی که به خاک ما، به دین ما، به ملت ما دشمن از خداوند دستهایشان قطع بکن. از همگی ما راضی باش. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک.